رابطه یه جنسی رو باهاش تجربه کرده بودم برای همین هم نمیتونستم ازش جدا بشم من عاشقش بودم نمیخواستم ترکش کنم عرض سلام و درود خدمت رفقای گلم امیدوارم که ایام به کام باشه پرونده جنایی که میخوام براتون روایت بکنم پرونده جالبیه که در آخر همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه و دو نفر که گویا همدیگر رو خیلی دوست داشتن و به خاطر علاقه شون دست به آدم رو بایی میزنن و حتی فردی رو تا یه قدمی مرگ هم جلو میبرن به هم میرسن رفقای گلم ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هر چه بیشتر هموطنانمون بشه همچنین ممنون میشم کانال پادکست روایتمون رو که درش داستان هایی که خودتون برام ارسال میکنید و من روایت میکنم رو از قسمتی که بهتون نشون دادم سابسکرایب بفرمایید بریم وارد پرونده بشیم تا جزئیات ماجرا رو به طور دقیق بررسی بکنیم نهم آذر ماه سال 1396 تیم اورژانس اصفهان گزارش رو دریافت میکنه مبنی بر اینکه مردی تو یکی از محلهای های شیخ صدوق اصفهان به شدت مجروح شده و اصلا حال مساعدی نداره فردی که با آمبولانس تماس گرفته بوده توی گزارش خودش میگه این مرد در حالی که اصلا حال مساعدی نداشته و بدنش در حال خونریزی بوده جلوی یکی از های این محل روی زمین افتاده بوده سینا از نیروهای امدادی میخواد تا هرچه سریعتر خودشون رو به اون محل برسونن این پسر بعد از اطلاع دادن به بیمارستان با اداره پلیس آگاهی اصفهان هم تماس میگیره و در گزارشی همه چیز رو به اونها هم اطلاع میده نیروهای پلیس آگاهی هم بعد از ثبت این گزارش سریعا خودشون رو به محل میرسونن تیم آمبولانس خودش رو زودتر به اونجا رسونده بوده و این فرد رو در حالی که نیمه جون روی زمین افتاده بوده سریعا به بیمارستان منتقل میکنه پلیس اما توی محل با سینا و اهالی که اونجا حاضر بودن حرف میزنن ببینن موضوع و ماجرا چیه سینا هم توی اظهارات خودش میگه در جریان هیچی نیست و نمیدونه که چه اتفاقی برای این مرد افتاده این پسر میگه من به همراه نام زدم به خونه پدرم اومده بودیم تا به اونها سر بزنیم خونه ما چند ساختمون جلوتر از محلی بود که این فرد روی زمین افتاده بود من اصلا متوجه ماجرا نشده بودم اما نام زدم این فرد رو دیده بود به هم گفت که گویا نیاز به کمک داره و دستش رو برای کمک بلند کرده من اولش نمیخواستم سمتش برم و میدونستم که به درد سر خواهم افتاد اما نامزدم اصرار کرد و با هم پیش این مرد رفتیم وقتی دیدم که به شدت مجروح شده و بدنش در حال خونریزیه نتونستم تحمل بکنم و سریعا ماجرا رو به شما اطلاع دادم پلیس ما توی محل حادثه سعی میکنه تا تمام خونه هایی که از نظرش مشکوک بوده رو بررسی بکنه قاضی ویژه قتل عمد هم توی محل حاضر بوده و مامورا به کمک قاضی ویژه قتل عمد موفق میشن تا خونه ای که این مرد از اونجا خارج شده بوده رو پیدا بکنن کوچه ای که این اتفاق افتاده بوده بنبست بوده و انتهای کوچه خونه ویلایی وجود داشته مامورا از رد خونی که روی زمین بوده متوجه میشن که این فرد از این خونه خارج شده پلیس عملیاتی وارد خونه میشه و متوجه میشه که هیچ کس اونجا نیست از طرفی داخل خونه مورد بررسی قرار میگیره و هم های زیادی توی پذیرایی وجود داشته و اونطور که مشخص بوده گویا این مرد اونجا گروگان گرفته شده بوده داخل خونه وسایل زیادی که مربوط به شکنجه و آزار و اذیت بوده وجود داشته مامورا دو تا چاقو مقدار زیادی تناب و یه ظرف نصفه الکل رو از داخل خونه پیدا می کنن. اونطور که مشخص بوده اینجا خالی از سکنه بوده و پلیس احتمال میده که افرادی که دست به این کار زدن این خونه رو اجاره کردن تلاش ها برای پیدا کردن صاحب این خونه آغاز میشه و توی بررسی ها معلوم میشه که صاحب این خونه ایران نبوده و به خارج رفته بوده و کارهای مربوط به اونجا رو یکی از املاکی های اون اطراف انجام میداده. پلیس موفق میشه تا این فرد رو پیدا بکنه و با اون راجع به این قضیه حرف بزنه. کامران هم توی اظهارات خودش میگه به هیچ عنوان نمیدونه که چه کسی این کار رو انجام داده. اون فقط خونه رو به مقدار قابل توجهی پول برای پنج شب اجاره داده بوده اما دیگه در جریان این نبوده که قرار اونجا چه اتفاقاتی بیفته مامورا کامران رو به عنوان مزنون پرونده بازداشت و راهی اداره می کنند. از طرفی پلیس مشخصات افرادی که خونه رو از کامران اجاره کرده بودن رو و ازش درخواست می کنن. اما این مرد میگه من در ازای دریافت پول بیشتر هیچ مدارکی از اونها نگرفتم و فقط یه شماره تلفن ازشون دارم هنوز هیچ مدرک و اطلاعاتی راجع به این اتفاق وجود نداشته و دقیقا هم معلوم نبوده که چه کسی عامل این جنایته از طرفی پلیس تعدادی از نیروهای خودش رو به بیمارستان فرستاده بوده و اونها پیگیر حال این مرد بودن مشخصات مجروح در دسترس نبوده و هنوز هویتش مشخص نشده بوده مامورا احتمال میدن که این پرونده مربوط به گزارشی بوده که خانواده ای سه روز قبل به اداره پلیس اومده بودند و راجع به گم شدن پدرشون از مامورا کمک خواسته بودند. قادر درمان اما توی بیمارستان همه ی تلاش خودشون رو انجام میدن تا این فرد رو نجات بدن متاسفانه پزشکان متوجه میشن که عاملین این جنایت با بیرحمی تمام این فرد رو شکنجه کرده بودن و تعداد زیادی زخم توی قسمت پهلو و پاهای این فرد وجود داشت خون زیادی هم ازش رفته بود همین هم باعث شده بود تا بدن این فرد به شدت ضعیف بشه اونطور که مشخص بوده روی زخمای این فرد الکل با درصد بالا ریخته شده بوده تا یه جورایی زخماش اذیتش بکنن با وجود همه این موارد اما پزشکا موفق میشن تا این فرد رو نجات بدن مامورا اما توی این مدت بررسی های اولیه خودشون رو انجام میدن و طی تحقیقاتی که صورت میگیره مشخص میشه که حسشون درست بوده و این شخص همون صابر بوده که خانوادهش به اداره اومده بودن و اطلاع داده بودند که گم شده پسر این فرد به همراه مادرش راهی بیمارستان میشن و بعد از اینکه چهره این فرد رو میبینن تایید میکنن که اون صابره اما هنوز مشخص نبوده که ماجرا چیه و چرا این اتفاق افتاده همسر و پسر سابر موقعی که به اداره اومده بودند تا گزارش بدن که پدرشون گم شده توی اظهارات خودشون گفته بودند که سابر بعد از اینکه توی خونه باهاش یه تماس تلفنی برقرار میشه از خونه خارج میشه و بعد از اون دیگه به خونه بر نمیگرده صدرا پسر سابر گفته بوده که پدرش بعد از این تماس به شدت استرس گرفته بوده و من هر چقدر ازش پرسیدم که چی شده و چرا اینقدر حالش بده هیچی به هم نگفت فقط به همون گفت که میره و بعد از چند ساعت به خونه برمیگرده صدرا میگه وضعیت مالی ما نسبتا خوبه و سرمایه زیادی هم داریم از طرفی دشمنهای پدرم هم یکی دوتا نیستن که بتونیم حدس بزنیم چه کسی باعث گم شدن اون شده مامورا اما از همسر صابر خواسته بودند تا جزئیات بیشتری از زندگیشون رو در اختیار پلیس قرار بده و ازش راجع به تعداد بچه هاش هم سوال پرسیده بودند. الهام هم توی اظهارات خودش میگه علاوه بر صدرا یه دختر هم به اسم هانیه داره و بنا به دلایلی هانیه با پدرش قهره و برای همین هم همراه اونها به اداره نیومده همین قضیه باعث میشه تا پلیس کمی حساس بشه از طرفی تحقیقات خودش رو هم در رابطه با اظهارات قبلی صدرا و همسر صابر الهام آغاز کرده بوده الهام اما در رابطه با این مشکل به مامورا میگه چیز زیاد عجیب و غریبی نبوده هانیه توی دانشگاه با پسری آشنا شده بود و خود من هم در جریان این موضوع بودم پسر خوبی بود و تا حدودی هم اهل زندگی بود الهام میگه من خودم به شدت راضی بودم چرا که از مهدی خوشم اومده بود اما همسرم به هیچ عنوان به این وصلت رضایت نمیداد علتی هم که براش در نظر گرفته بود وضعیت مالی مهدی بود صابر میگفت نمیخواد تا دامادش به لحاظ مالی وضعیت بدی داشته باشه چرا که اون دخترش رو توی ناز و نعمت بزرگ کرده و یه جورایی احساس میکنه اگه هانیه به خونه اون بره اذیت خواهد شد و اون به درد سر خواهد افتاد الهام میگه من توی یه خونه خیلی با همسرم حرف زدم و ازش خواستم تا این کارها رو انجام نده و پول رو ملاک قرار نده اما اون پاشو کرده بود توی یه کفش رو میگفت به هیچ عنوان به این وصلت رضایت نخواهد داد چرا که مهدی فرد مناسبی برای هانیه نیست همین هم باعث شده بود تا هانیه با پدرش به شدت درگیر بشه سر این قضیه هانیه توی خونه خیلی دعوا را انداخت این ماجرا سه ماهی هست که توی زندگی ما جریان داره و من هم نمیدونم که باید چی کار بکنم الهام میگه هانی مهدی رو خیلی دوست داره آخرین باری هم که توی خونه با ما بود به همون گفته بود که یا با مهدی ازدواج میکنه یا به هیچ عنوان ازدواج نخواهد کرد الهام میگه حدودا ده روز پیش بود که دخترم برای آخرین بار توی خونه ما دیده شد من در جریان بودم که به خونه دوستش رفته برای همین هم زیاد پیگیرش نبودم و میخواستم تا یکم حال و هواش عوض بشه اما اون توی خونه قبل از این که بره برای آخرین بار دعوای شدیدی را انداخت و تو روی صابر وایستاد و گفت که اگه میخوای در حقم پدری بکنی باید اجازه بدی تا مهدی به خواستگاریم بیاد صابر اما قبول نکرد و به هانیه گفت اون پسر به درد تو نمیخوره و من هم به هیچ عنوان آبروم رو به خاطر تو به خطر نخواهم انداخت الهام توی اظهارات خودش میگه بعید میدونه که این اتفاق ربطی به گم شدن شوهرش داشته باشه پلیس اما این اظهارات رو ثبت میکنه و به عنوان فرضیه تصمیم میگیره تا در رابطه با این قضیه بررسی هایی داشته باشه متاسفانه صابر هنوز توانایی حرف زدن نداشته و تا زمانی که اون به هوش نمی اومده نمیشده که همه چیز رو فهمید پلیس اما توی این مدت تحقیقات مفصلی رو انجام میده و متوجه میشه که اتفاقا برعکس گفته های الهام این قضیه به هانیه ربط داشته مامورا توی استعلام هایی که از تلفن صابر انجام میدن متوجه میشن که آخرین بار شماره ای که با این فرد تماس گرفته بوده تو همون محدوده ای که صابر اونجا مجروح شده بوده آنتن داشته و توی بررسی ها هم مشخص میشه که این خط تلفن متعلق به هانیه بوده از طرفی بررسی ها نشون میده که این دختر نه تنها خونه یه دوستش نبوده بلکه هیچ نشونه ای هم ازش وجود نداشته همه این موارد همچنین تصاویر دوربین های اون کوچه نشون میده که به طور قطع هانیه به همراه یه پسر توی این ماجرا دست داشته پلیس تحقیقات خودش رو برای پیدا کردن این دختر و همدستش آغاز میکنه تصاویر این دو نفر به املاکی که خونه ازش اجاره شده بوده هم نشون داده میشه و اون هم تایید میکنه که این افراد بودن که خونه رو ازش اجاره کردن متاسفانه دقیقا معلوم نبوده که اونها کجا هستند و معمورا نمیتونن تا نشونه ای ازشون پیدا بکنن توی این بازه اما صابر خوشبختانه به هوش میاد و بعد از اینکه قدرت تکلم پیدا میکنه همه چیز رو برای پلیس تعریف میکنه این مرد توی اظهارات خودش میگه دخترم با همدستی دوست پسرش به هم نارو زد و کاری کرد که الان توی این وضعیت باشم صابر میگه اون روز توی خونه نشسته بودم و همه چیز طبق روال بود واقعیتش فکر دخترم من رو اذیت میکرد من نمیخواستم اون توی زندگی شکست بخوره برای همین هم داشتم آگندش رو میدیدم و نمیخواستم که اون با مهدی ازدواج بکنه چون مطمئن بودم که این پسر نمیتونه دختر من رو نگه داره صابر میگه هر کاری کردم نتونستم دخترم رو راضی کنم و نهایتا این ماجراها رخ داد اون روز تلفنم زنگ خورد دخترم بود گوشی رو جواب دادم اما یه پسر جوابم رو داد بعد هم ازم خواست که تلگرامم رو چک کنم وارد اونجا که شدم دخترم رو دیدم که توی وضعیت خیلی بدی روی زمین افتاده بود و در حالی که هیچ لباسی به تن نداشت بدنش به شدت خونی بود با دیدن این صحنه شوکه شده بودم تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که سریعا به آدرسی که همونجا برای من زیر ویدیو ارسال شده بود برم و دخترم رو نجات بدم اما وقتی به اونجا رفتم دیدم که همه چیز نقشه بوده و اونا سعی داشتن تا من رو گول بزنن به محض ورود به خونه از پشت یه نفر توی سرم با چوب زد و بیهوش افتادم روی زمین وقتی به هوش اومدم روی یه صندلی نشسته بودم و دست و پام هم بسته بود دخترم و اون پسر نامرد مهدی با همدیگه این کار رو انجام داده بودن از هانیه همچین توقعی نداشتم مهدی باهاش کاری کرده بود که اون اینقدر وقیق بشه تا به خاطر اون این بلاها رو سر من بیاره هانیه اونجا هرچی از دهنش در اومد رو به من گفت و انگار نه انگار که من پدرش بودم بعد هم با چاقو برای اینکه من رو شکنجه بکنن به قسمت های مختلف بدنم ضربه زدن ازم میخواستن تا بهشون چهل هزار دلار پول بدم میگفتن میخوام زندگی مشترکشون رو شروع بکنن و برای همین هم این پول رو لازم دارن اما من به هیچ عنوان چنین کاری انجام ندادم همین موضوع ها هم اونها رو عصبی کرد و من رو به این حال و روز انداختن من نمیدونم که دخترم چرا اینقدر گستاخ شده و تا این حد پیشروی کرده و میخواد که من زنده نباشم اما به هر طریقی که شده با مهدی ازدواج بکنه صابر میگه اونها سه روز من رو توی اون خونه نگه داشتن بعد هم که دیدن نمیتونن ازم چیزی به دست بیارن رهام کردن و رفتن توی این سه روز خیلی اذیت شدم اون نامردها بعد از اینکه منو زخمی میکردن روی زخمم الکل میریختن تا عذاب بیشتری بکشم این مرد میگه بعد از اینکه اونها رفتن به هر طریقی که بود خودم رو به خارج از خونه انتقال دادم اما دیگه نتونستم دوم بیارم و وسط کوچه بعد از اینکه دو نفر من رو دیدن از حال رفتم و الان که چشم باز کردم میبینم که توی بیمارستانم این مرد میگه به هیچ عنوان امید نداشتم که زنده میمونم اما خدا رو شکر الان اینجا سابر میگه به شدت از بابت دخترم نگرانم و میترسم که مهدی سر اون هم بلایی بیاره صابر از مامورا خواهش میکنه تا هر چه سریعتر دخترش رو پیدا بکنن و اون رو از دست مهدی نجات بدن تیمی از نیروهای پلیس آگاهی اما توی این مدت تحقیقات مفصلی انجام داده بودن و بالاخره موفق میشن تا مخفیگاه این دو نفر رو پیدا بکنن مهدی و هانیه در حالی که سعی داشتن تا از اسفهان خارج بشن توسط نیروهای گشت شناسایی و به اداره منتقل میشن مهدی توی اداره پلیس همه چیز رو برای مامورا تعریف می کنه و میگه توی این ماجرا هیچ دخل و تصرفی نداره و اون فقط خواسته های هانیه رو محقق کرده این پسر میگه من به هیچ عنوان راضی به این حرکت ها نبودم اما هانیه به هم گفته بود که پدرش بابت وضعیت مالی من با هم مخالفت کرده پس باید خودش به تو پول بده تا تو پولدار بشی و اینجوری بتونی بیای به خواستگاری من هانیه هم توی اداره پلیس به همه چیز اعتراف میکنه این دختر در تشریح ماجرا که اتفاق افتاده میگه نگفتنهای پدرم از یه طرف و از دست دادن دخترونگیم هم از طرف دیگه باعث شده بود تا بین یه دوراهی بمونم و ندونم که چی کار بکنم هانیه میگه من زندگی خودم رو با مهدی میدیدم و به هیچ عنوان حاضر نبودم تا به هیچ قیمتی اون رو از دست بدم این دختر میگه من بارها و بارها به خاطر علاقه ای که به مهدی داشتم باهاش یه جنسی رو تجربه کرده بودم و دیگه نمیتونستم رهاش بکنم. از طرفی به شدت بهش علاقه داشتم و پدرم باعث شد که این اتفاقات بیفته. این دختر در تشریح ماجرایی که رقم زده میگه بعد از اینکه پدرم به طور قطع جواب نداد و گفت که مهدی حق نداره به هیچ عنوان برای خواستگاری به خونه بیاد، من از خونه خارج شدم. چند روزی رو توی خونه ی دوستم درگیر بودم تا اینکه از هرسم این نقشه رو کشیدم و از مهدی خواستم تا کمکم و اینجوری از پدرم چهل هزار دلار اخازی کنیم و بعد هم به شهر دیگه بریم و زندگی مشترک خودمون رو شروع بکنیم مهدی به هم گفته بود که نیاز نیست این کار رو بکنی و خودمون میتونیم پول به دست بیاریم اما من قانع نبودم از طرفی هم میخواستم عوض این همه مدتی که پدرم به هم هرس داده بود رو ازش در بیام برای همین هم دست به این کار زدم و با نقشه پدرم رو به اون خونه کشوندم و بعد همین اتفاقات افتاد هانیه میگه پدرم تا به خاطر نجات دادن جون خودش حاضر نشد پولی که میخوام رو بهم به بده و من به دنبال زندگی خودم برم من هم از این بابت به شدت حرس میخوردم و تا میتونستم اون رو توی این سه روز شکنجه کردم پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه و پرونده مهدی و هانیه رو تکمیل میکنه و به دادگاه میفرسته مهدی هانیه به اتهام آدم روبایی تلاش برای سرقت اموال و همچنین شکنجه راهی بازداشتگاه میشن صابر اما بعد از شنیدن اظهارات دخترش و اینکه مطمئن میشه دخترش با اسوبانی این اتفاقات و اون بوده که همه نقشه رو کشیده و مهدی بیگناه بوده به هیچ عنوان حاضر به گذشت نمیشه و تصمیم میگیره تا دخترش رو راهی زندان بکنه جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه هانیه وارد جایگاه میشه و میگه به خاطر رفتارهای پدرش دست به این کار زده از طرفی هم نمیتونسته تا از مهدی جدا بشه چرا که اون دیگه خودش رو برای مهدی میدونسته و حتی باهاش رابطه جنسی رو تجربه کرده بوده هانیه میگه دو سه باری سعی کرده بودم تا فراموشش بکنم این در حالی بود که خودش در جریان هیچی نبود اما نتونستم عذاب وجدان میگرفتم و توی این مدت متوجه شده بودم که به شدت بهش علاقه شدم مهدی هم توی جایگاه میگه توی این ماجرا هیچ نقشی نداشته و فقط به گفته های هانی عمل کرده مهدی از قاضی پرونده درخواست میکنه تا هر حکمی که به هانی داده میشه به اون هم بدن سابر اما توی دادگاه درخواست اشد مجازات برای این دو نفر میکنه این مرد میگه به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیست تلاش های زیادی هم صورت میگیره تا سابر راضی به گذشت و رسیدن این دو نفر به همدیگه بشه اما این مرد باز هم قبول نمیکنه و نهایتا گازی پرونده مهدی و هانیه رو با توجه به اتهاماتی که دارن به پرداخت خسارت دیه و هفت سال حبس محکوم میکنه البته طبق آخرین اطلاعاتی که در دسته گویا این مرد پارسال بعد از تلاش های فراوانی که توی این سال ها شده بوده بالاخره رضایت میده تا این دو نفر آزاد بشن از طرفی هم اجازه میده تا دخترش بعد از این مدت با مهدی ازدواج بکنه خیلی ممنونم که تو اینجای پرونده همراه من بودی امیدوارم که تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای شرکتیه که توی مشهد اعضای اون برای به دست آوردن پول به دخترها تعرض میکردن رو تماشا بفرمایید